میتونیم اولاد خود یک او را درک کنیم و به او بفهمانیم که بچه من استراب نیست، یک بیماری است. همونطور که سرما میخوره ما پیش دکتر میریم، دارو داره خوب میشی، خب ماندگار نیست، میرم استراب هم یک نوع بیماری است، درمان میشه و فردی که رو درمان میکنه، دکتری که درمان میکنه، اول خودت است. خودت باید بلند شوی و برای استراب خود غلبه پیدا کنی. فکر نکنی که استراب اونقدر بزرگ است که تو تواناییشو نداری. و در کودک خوب بفهمانیم، در اولاد خوب بسیار استراب داره، بسیار از مردم استراب داره، بسیار از همسنفی های استراب داره. من خودم پدرت مثلا در کودکی خود یا نوجوانی خود استراب داشتم و استراب دارم، بله، و برو غلبه پیدا کردم. و یا همین الان من از خیلی جاهای دیگه استراب دارم. پس بنابر این استراب یک قولی نیست که نتوانی تو را از بین ببری، تو تواناتر از این هستی و میتوانی بر استراب خود غلبه پیدا کنی. حال چی کنیم؟ یک دفعه نمیتونیم اولاد خود یک جمع بیاریم و بگیم حالا گپ بزن، حالا سخنرانی کن، ببینیم که استراب داری یا نداری یا از بین رفته. قدم به قدم، گام به گام همراه اولاد خود باشیم و از خانواده خود شروع کنیم، از یک محفل خانوادگی شروع کنیم. بچه ما گپ بزنیم روز امی بحث به نظر تو چی است، بذاری نظر بده. بقیه اولاد خانواده رو یا بقیه فامیل رو بگین سکوت کنین، خواهشان اولاد ما گپ خود بزنن. وقتی گپ تمام شد تایید کنید اولاد خود، بسیار خوب، نظرت بسیار خوب است، بسیار عالی، حالا مثلا مامایش چی نظر داره، و یا ماما رو از قبل هماهنگ کنید. شما هم اولاد مرا تشویق کنید، شما هم اولاد مرا تایید کنید، یه اعتماد به نفس میگیره. من امروز گپ زدم، گپ مورد تایید مامای ما یا بیادر ما یا پدرم قرار گرفت، خوب گپ زدم. دفعه بعد فرصت بیشتری به او بدین و کم کم از محفل خانواده که بزرگتر شد محفل فامیلی شد، باز هم به او اجازه گپ زدن بدین، او را تایید کنین. و یا اگر منابع استراب جایی هست، مثلا اولاد ما ممکن است که از یک فضای بازی بترسه، از یک جایی در او فضا ببرین مستقیم بشناسن، خبری نیست. ممکن از شلوغی یک بازار بترسه، اولاد هیچ خبری نیست. حالا مثلا در همین جمع با هم راه میریم، در همین مکان با هم دیگر قدم میزنیم، هیچ عامل نیست. این ترس را به او بشناسیم که ترس یک عامل طبیعی هست و تو میتوانی بر او غلبه پیدا کنی. و اگر خدای نکرده بسیار طولانی شد و کل گزی راه را رفتین و شما جواب نداد، آن وقت که به یک پزشک و یا روان پزشک مراجعه کنید که از لحاظ دارویی هم کمی درمان داره و او باز روان پزشک باز روش های خود داره.